خدا رو شکر با خوشحالی صحبت خودمون رو در ارتباط با تشنگی برای حضور خدا ادامه میدیم در فرصت گذشته از داوود اشتیاق داوود صحبت کردیم او گفت مانند آهو که تشنه نهر هاست گونه داوود اعلام کرد که خودش هم مشتاق خداست و میگه ای خدا در سر تو را خواهم طلبید روی تو را خواهم طلبید و به خصوص در مزمور 105 تاکید میکنه که پیوسته روی او را طالب باشید الان در مزمور 27 باز میبینیم که اونجا صحبت از اشتیاق داوود میکنه داوود مشتاق خداست میگه یک چیز از خدا خواستم و آن را خواهم طلبید که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم یک چیز این چیز خیلی مهمه عالی ترین چیز برترین چیز تنها چیزی که داوود اعلام میکنه که من میخوام اینه که ای خداوند در خانه تو ساکن شوم روی تو را بطلبم و در هیکل تو تفکر نمایم و به این گونه داوود داره اشتیاق خودش رو اعلام میکنه و نشون میده که او مشتاق خداست میخواد که این چیز در اولویت زندگیش باشه ای خداوند تو در زندگی من در عالیترین ترین مقام در اولین مقام در اولین جا قرار داری یک چیز از خدا میخوان که در خانه او ساکن بشم و در مورد او فکر کنه در کلام خدا میبینیم که داوود مردی خوانده میشه که مردی محبوب دل خداست مردی مرغوب دل خداست مردی که باب دل خداست اگه بخوایم ببینیم که چرا چرا داوود به این گونه پسندیده خداونده میدونید که داوود در یکی دو گناه خیلی شناخته شده است یک مورد زنای او بود و مورد دوم سرشماری غم که داشت به این فکر می کرد که من چه لشکر عظیمی دارم و به این طریق در این دو مورد خدا از او رنجیده بود و او خیلی شناخته شده است مسئله منفی که به اون نسبت داده میشه اما در کنار اون داوود هزاران ویژگی زیبا داره که جا داره که ما با بررسی اونها اونها را در زندگی خودمون آشکار کنیم و به این طریق ما هم مثل داوود بتونیم فردی باشیم مرغوب دل خدا باب دل خدا اون آنگونه که خدا میپسنده در اول او به سموئیل گفت که سموئیل من فردی رو که برگزیدم او را انتخاب کردم تو برو شاول کسی نیست که از من اطاعت کنه تو برو او را مس کن او تمام اراده منو انجام میده وقتی ما در زندگی داوود دقیقا نگاه میکنیم میبینیم که او مردیه که همان گونه که در مزامیر چند جا خوندیم مشتاق خداست اشتیاق او برای خداست میخواد خدا در رأس زندگی او باشه او در مقام اول در زندگی خودش باشه وقتی او چوپان بود مدام نی می نواخت مزامیر مینوشت، مثل مزمور 23 میگه خداوند شبان منه خودش رو شبان و چوپانی میدید که گوسفندا رو رهبری و هدایت میکرد و به همین طریق میدید که خدا داره او را چوپانی میکنه شبانی میکنه و بعد ادامه میکنه که خدا شبان منه منو هدایت میکنه حمایت میکنه کمک میکنه رهایی میده و حضور او منو آرام, آرام میکنه مرا به سوی درهای سرسبز هدایت میکنه نزد آبهای راحت میبره و حضور و رحمت او مدام با و من و مرا رهبری میکنه چنین حضوری داود اونو چشیده بود و به این گونه مشتاق خدا بود وقتی او به پادشاهی رسید قبل از اون هم همواره او عمل کرداش میداد که خدا را احترام می کرد خدا را در اولویت زندگیش قرار میداد و انجام اراده خدا برای او خیلی مهم بود ما برای اینکه ببینیم که چرا داوود مرغوب دل خدا بود باید داوود را با پادشاهان قبل و بعد از خودش مقایسه کنیم او را با شاول مقایسه کنیم شاول در چندین مورد که پادشاه شده بود کاملا بیتاعتی کرد در حالی که خدا هرچی گفته بود انجام بده با بهانه تراشی از خدا بیعتاعتی میکرد اما داوود مشتاقانه میخواست آن چرا که منظور نظر خداست انجام بده یکی از ویژگی های جالب داوود این بود که وقتی از دست شاول که پادشاه قبلی بود و او را دنبال میکرد که داوود را بکشه میبینیم که فرصت های ایجاد میشه که داوود میتونه شاول را بکشه اما از این کار صرف نظر میکنه او یک بار در غاری شاول در دسترسش بود خواست او را بکشه ولی این کار رو نکرد ردای او را برید وقتی بیرون اومد از پشت سر صدا کرد که شاول ببین من نسبت به تو رفتار بدی نداشتم ندارم تو چرا فکر میکنی من دشمن تو هستم میدونید ما خیلی وقتا وقتی به گذشت و نادیده گرفتن و گذشت کردن فکر میکنیم میگیم ما اوکی کار داوود کار خوبی بود ولی میدونید ارزش اون کار چقدر مهم بود داوود با کشتن شاول میتونست پادشاه بشه میتونست بر کل اسرائیل حکومت کنه در این حال میتونست جون خودش رو خلاص خلاصی بده شعور در به در دنبال او بود و میخواست او رو بکشه مجبور بود او خانواده و افراد خودش رو جمع کنه و در کوه‌ها و دره‌ها مثل آواره اینور اونور بره ولی با وجود این او از کشتن شاول صرف نظر کرد یعنی وقتی شاول را نمی کشت در واقع از پادشاهی صرف نظر میکرد از جون خودش میگذشت جون خودش رو به خطر مینداخت نه تنها جان خودش رو بلکه وابسته هاش رو افرادی نزدیک به 400 نفر همراه او بودند و بعدا حدود 600 نفر با او همراهی میکردند جون اونها هم به خطر مینداخت اونها میگفتن داوود تو با کشتن شاول پادشاه میشی ما هم در کنار تو وزیر و وکیل میشیم ما هم به موقعیت و مقام میرسیم چرا این کارو نمیکنی او میگفت که شاول مسیح خداونده من چگونه بر مسیح خداوند دست بلند کنم و در امان باشم و از خدا می ترسید خدا را احترام می کرد مسیح که بر شاول بود اون مس را احترام می کرد و این نزد خدا گرانبها بود نزد خدا پر ارزش بود در فرصت های دیگه می بینیم که او مدام در همه موارد توجهش به خداست در جنگ هایی که می کرد همیشه آن, چ... آن گونه که خدا او را هدایت میکرد عمل میکرد با هدایت خدا قدم بر میداشت خب حالا من اینو خدمت شما عرض میکنم کسی که با هدایت خدا عمل میکنه کسی که حاضر برای احترام مس خدا و کار خدا از پادشاهی دست بکشه جون خودش رو به خطر بندازه آیا چنین فردی محبوب دل خدا نمیتونه باشه بعد هم میبینیم از ویژگی های دیگه او مدام او مزامی رو مزمور مینوشت با سرودها با پرستشها با شکگذاری ها خدا را جلال میداد و ابراز ارادت به خدا میکرد او چه فرد عالی وقتی پادشاه شد اولین کاری که کرد گفت صندوق عهد که نشانه حضور خدا بود اون را بیاریم در اورشلیم که پای تخت حکومت خودش بود پای حکومت خودش رو بر مبنای حضور خدا بنا کنه عجب مرد بزرگیه او میخواد پادشاهی بکنه که در آن خدا در رس خدا در رس اموره خواست خدا عدالت خدا این این مسئله خیلی مهم و بزرگی بود پادشاهان بعد از او تا می پادشاه می شدن، یه مقدار موقعیتشون خوب بود خدا رو فراموش می کردن، دنبال بود پرستی ها می رفتن، یا وقتی حمله میکردن به کشوری و بر اون غالب می شدن اونها اونا رو می آوردن در اورشلیم و در یهودیه و در اسرائیل بتا رو اونجا میذاشتند و بعد اونا رو پیروی می کردن پرستش می پادشاهان مختلف اما داوود مرد خدا حکومتی که پادشاهی که ایجاد کرده بر مبنای حکومت الهیه و با بر مبنای حضور خداست احترام حضور خداست و به این طریق میخواد همه کارهایی را که انجام میده خدا را خوشنود کنه او وقتی پادشاه شد قصر شاهی بزرگی برای خودش ایجاد کرد ولی خیلی زود به این فکر کرد که من که پادشاه زمینی هستم چنین قصر عظیمی را برای خودم تدارک دیدم پادشاه آسمانی چقدر باید خانه او مجلل و عظیم باشه و چرا باید در خیمه ها و در اون چادری باشه که صندوق در اون در اونجا بود در نتیجه به ناتان نبی که دوست و نبی نزدیک دربار خودش بود گفت که من میخوام برای خدا هیکل ساختمان عبادتگاه بزرگی بنا کنم شایسته نام او و به این طریق آنچه در دل داشت با ناتان در میون گذاشت و ناتان گفت که هر چه فکر کردی انجام بده زیر خدا با توست ولی بعدا خدا او را هدایت کرد که خانه باید به دست پسرش سلیمان ساخته بشه ولی این کاری که کرد اینقدر نزد خدا ارزشمند و گرانبها بود که خدا به او گفت که حالا که چنین فکر کردی بیاد تو میارم که تو یه چوپان بودی دنبال گوسفندا بودی من تو را از اونجا آوردم و پادشاهی را به تو دادم و الان برای آینده تو من نسلا در نسل از نسل تو پادشاهی بر قوم خدا کم نخواهد بود داوود وقتی این را شنید گفت خداوند تو را شکر می کنم تو وعده عظیمی به من دادی همه این رحمت ها را در حق من انجام دادی حالا برای آینده منم داری چنین مسئله ای را تراحی می کنی خب حالا یکم به این مسئله توجه کنید که داوود اشتیاق خود حضور خدا رو داره او را میپرسته حکمت خودش رو بر مبنای اراده الهی و حضور خدا بنا کرده و با هدایت خدا قدم برمیداره و کارها رو انجام میده و الان هم داره میخواد که برای خدا هیکلی بسازه که او را جلال بده و میبینیم که خدا با او صحبت میکنه خدا وقتی نگاه میکنیم به او گفت که هیکل رو چه کسی باید بسازه پسرش سلیمان بعدها میبینیم که مکان ساختن هیکل رو هم به او نشون میده در کتاب تواریخ میگه طرح و جزئیات ساختن هیکل هم از طریق روح خدا به او داده میشه او این چه مرد عجیبیه که داره همه این چیزها رو از خدا میگیره هدایت خدا حضور خدا در زندگی داوود چقدر عالی و مبارک بود به او گفته میشه که در آینده چه کسی بعد از او پادشاه خواهد شد داوود پسرای خیلی زیادی داشت یکی از زنان او دختر شاهزاده ای بود و پسران او خیلی قد بلند رشید و برازنده شا... پادشاهی بودند و در بین همه پسراش ابشالوم ادونیا ویژگی های خیلی عالی و خوبی داشتند ابشالوم در برنامه ریزی ها نمیدونم تمام کارهایی که میکرد شاهانه فکر میکرد اما در با وجود همه اینها خداوند مشخصا داوود را هدایت کرده بود او میدونست چه کسی باید پادشاه بشه به ظاهر ابشالوم گل نمیخورد به ظاهر ادونیا نگاه نمیکرد و او میدانست از طرف خدا سلیمان مقرر شده که پادشاه باشه و به ظاهر افراد قضاوت نمی کرد او عجب پادشاهی عجب مرد عجیبی از طرف خدا هدایت داره که هیکل باید ساخته بشه چه کسی هیکل رو بنا کنه کجا بنا کنه تجهیزات هیکل چیه و بعدا خودش تدارک خیلی وسیع برای ساختن هیکل از طلا نقره چوب های گران قیمت همه این تدارکات رو دیده سنگ که مورد استفاده خواهد بود همه اینها رو تدارک دیده و میدونه که بعد از خودش چه کسی میتونه پادشاه بشه و باید پادشاه بشه همه اینها رو از خدا گرفته و اینجاست که میبینیم که داوود با همه این ویژگی ها واقعا فرد خاصی بود فرد ای بود نمیدونم شما چقدر در ارتباط با مسائل از جانب روح خدا الهام میگیرید هدایت میشید و میدونید چه کارهایی را باید انجام بدید که کاملا پسندیده خداونده اما داوود آگاهانه میدونست اراده خدا چیه و در همون مسیر قدم برمی داشت این بود که وقتی در رابطه با داوود صحبت میشه که او مرغوب دل خداست باب دل خدا بود یعنی خدا میدونست که داوود میخواد در همه کارهایی که انجام میده او را جلال بده خدا را جلال بده کاملا خداوند از این مسئله آگاه بود و این چیزی بود که داوود را مرغوب دل خدا می ساخت با دل خدا می ساخت و خدا کاملا از داوود از رفتار داوود راضی و خرسند و خوشحال بود و به این طریق داوود مردی محبوب دل خدا مردی موافق دل خدا کسی که مثل که قلب خدا رو میخونه و اگه من و شما هم مثل داوود اولویت زندگی خود رو به خدا میدیم مشتاق خدا هستیم در دعاها روی او را رو میطلبیم و به حضور او میدیم در حضور او میمانیم و منتظر میشیم تا او با ما سخ، سخن بگه با ما صحبت کنه اون موقع من و تو هم مثل داوود فردی محبوب دل خدا میتونیم باشیم و جلال خدا در زندگی ما میتونه آشکار بشه در کنار داوود ما عیسی مسیح را میبینیم که صدای آسمانی میگه این پسر حبیب منه که از او خوشنودم از او راضی هستم او را بشنوید چرا چون عیسی مسیح کاملا مطیع خواست پدر بود مطیع اراده پدر بود او عالیترین عالی ترین نمونه است که میخواست در همه چیزها کاملا پدر جلال بیابه و به این طریق همه چیز را ترک میکرد ایسای مسیح و همه چیز را رها کرده کاملا میخواست نام خدا را جلال بده نام پدر آسمانی را جلال بده و به این گونه او نشون میداد که بلند بزرگترین چیز مهمترین چیز در زندگی ما پرداختن به اراده خداست و اشتیاق برای خدا تشنگی برای حضور خداست داود با چنین تشنگی به جایی رسید که از حضور خدا هدایت میشد پر میشد بارها و بارها در جنگهایی که میکرد کاملا با هدایت خدا عمل میکرد و های خیلی بزرگی را ایجاد کرد و پادشاهی را ایجاد کرد که بعدها و سالهای سال و تا الانم نام داوود در اسرائیل شناخته شده و پادشاهی او اون پادشاهی عصر طلایی را برای قوم یهود ایجاد نمود چون او خدا را می طلبید روی خدا را می طلبید وقف خدا شده و مشتاق خدا بود اینجاست که ما هم وقتی مانند او تسلیم خدا میشیم وقف خدا میشیم حضور خدا میاد و زندگی ما رو متحول میکنه میدونید بزرگترین نیاز ما حضور خداست پر شدن از روح مقدس خداست لبریز از حضور خدا و اونجاست که زندگی ما در اون راستای درست قرار میگیره تا ما مملو از حضور خدا نباشیم به راه های خودمون میریم ولی وقتی حضور او میاد و فیض او ما را کاملا میپوشونه احیا میکنه ما را در جای قرار میده که میتونیم کاملا باعث خوشنودی و رضایت او باشیم و با به دل خدا باشیم خداوند دنبال عاشقان خودشه کسانی که او را دوست دارند خداوند دنبال اونها است تا قدرت خودش رو در زندگی اونها آشکار کنه سهم من و شماست که ما هم مانند داوود همه چیز را در اولویت قرار داده خدا اراده خدا کلام خدا رو در اولویت قرار داده همه آن چیزی که ارزم اینه که مربوط به خداست در اولویت خدمت به خدا جلال دادن نام خدا و نام مقدس خدا در زندگی ما بزرگترین و مهمترین جا رو وقتی میگیره اون موقع است که خداوند جلال خودش رو در زندگی ما آشکار میکنه اینجاست که ما هم مثل داوود باید این تشنگی را در خودمون تقویت کنیم با مطالعه حضور خدا میدونید وقتی ما کلام خدا رو میخونیم و در حضور خدا در دعا به او فکر میکنیم به خدا میپردازیم مخصوصا ایزانی که از رول قدس پر شدن به زبان ها صحبت میکنند زبان ها راه را باز میکنه ما را از اون هیته های جسمانی و نگرانی های جسم و مسائل زندگی آزاد میکنه ما را به حضور خدا میکشه و ما میتونیم با ادامه دادن در حضور او جلال او را ببینیم و قدرت و فیض او در زندگی ما آشکار بشه و وقتی حضور خدا میاد ما اون موقع است که میبینیم زندگی با یک دید دیگه ای به زندگی میشه نگاه کرد با یک نگرش دیگه دیگری میتوان زندگی کرد و اون زندگی است که خدا رو خوشحال میکنه و جلال خدا در اون آشکار میشه پس دوست و برادر عزیز من از شما دعوت می کنم که مطالبی که من مختصرا خدمت شما عرض کردم میشه خیلی به اونها پرداخت از شما دعوت میکنم که با پرداختن بیشتر به بی کلام خدا خواندن آیات فکر کردن رو اونها دعا کردن و به حضور خدا رفتن و به خدا گفتن که ای خدا من مشتاقت هستم من طالب حضور خدا هستم ای خداوند روی خود را به من نشان بده حضور خود را به من آشکار کن جلال خود را به من آشکار کن این شاید بهترین دعاییه که ما صبح وقتی از خواب بیدار میشیم می این دعا رو بکنیم که خداوند میخوام روی تو را ببینم امروز در طی روز میخوام جلال تو را ببینم ببینم که در مسائل من دخالت میکنی و میخوام در همه موارد تو را خوشحال کنم تو را جلال بدم و طبق اراده تو زندگی کنم وقتی با چنین دعایی روز خودمون را شروع میکنی و منتظر ملاقات خدا و در ادامه ساعت های روزمون به خدا فکر میکنیم فرصت هایی که ایجاد میشه گاهی اوقات بعضی وقت هایی است که کاملا غیر مفید میگذره میتونیم در اون فرصت ها دعا کنیم به خدا وقت بدیم نواقعی از تو رانندگی به خدا وقت میدیم و دعا میکنیم همه اینها جمع میشه و حضور خدا میاد و ما را کاملا متبدل میکنه و به این طریق جلال خدا در زندگی ما آشکار میشه دوستو برادر بردار خواهر عزیز من از شما دعوت میکنم که قلب تو به روی خدا باز کن و با این مطالبی که میشنوی آرزوی من اینه که اشتیاق تو برای خدا بیشتر و بیشتر بشه روی او را به به حضور او برو در خلوت دل خودت به او فرصت بده و او به میدان میاد و در زندگی تو وقتی حکومت او مستقر میشه جلال و هدایت و و قدرت و در زندگی تو آشکار میشه نیکویی او او را خواهی دید و برکت های در زندگی تو آشکار میشه میخوام در این فرصت دعا کنم که خداوند به طور خاص شما را لمس کنه و شما را تقویت بده پدر آسمانی برای عزیزانم که به این برنامه توجه میکنم در هر جا به اسم عیسی مسیح در هر جا که هستند آنها را برکت بده دعا میکنم که تشنگی آنها برای تو رو بشه وقف تو بشن و با دعا روی تو را بطلبن و حضور تو مخصوصا دعا میکنم پدر بیاد عزیزانم را ملاقات کنه آنها را از همه کشوغسای مسائل زندگی، نگرانی ها، ترس ها، دل و پسی ها، غصه ها مسائل منفی، رهایی بده و آنها را وارد حضور تو بکنه و سراسر پر از شادمانی، خوشی و برکت حضور تو پدر به نام عیسی مسیح آمین آمین خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه خدا برکتتون بده